در جنگل کاله از ماه ژانویه اردوگاه جدیدی برای پناهجویان برپا شده. در این اردوگاه دیگر خبری از چادر نیست و جای آن را 125 کانتینر گرفته. مجموع این کانتینرها ظرفیت اسکان حدود 1400 پناهجو را دارد. یک پناهجوی افغان در این اردوگاه میگوید داخل اینجا امن است ولی در بیرون آن امنیت وجود ندارد. بدون ارائه مدرک شناسایی و مجوز لازم ورود به این اردوگاه امکان پذیر نیست. تمهیداتی نظیر رمز ورود، سیستم بیومتریک شناسایی و دوربین های مدار بسته در نظر گرفته شده. در همین حال برای خطرات بیرون از این اردوگاه نیز انجمن زندگی پویا با دولت به منظور تأمین امنیت پناهجویان همکاری می کند. استفان دووال مدیر این انجمن میگوید تصور کنید که هیچ حصار و سیستم شناسایی اثر دستی در کار نباشد. آن وقت به جای 12 نفر در هر کانتینر 40 نفر خواهد بود. این گزینه البته هزینه ها را افزایش می‌دهد. چگونگی همکاری این انجمن و اداره پلیس چندان روشن نیست ولی مشخص است که تأمین امنیت در این ابعاد بخش قابل توجهی از بودجه 23 میلیون یورویی اردوگاه را به خود اختصاص داده. شرکت بیرونیز در این مأموریت مشارکت دارد. آنان 15 تن را برای این اردوگاه استخدام کردند. علاوه بر این در اطراف جنگل دوربین‌های مداربسته نصب شده و برای پارکینگ کامیون‌هایی که به انگلستان می‌روند محافظ گذاشته شده است. رئیس اتحادیه کسبه‌های محله مجاور این جنگل می‌گوید امروز جوانی که واقعاً به کار نیاز داشته باشد می‌تواند به مرکز کاریابی مراجعه کند و پس از گذراندن دوره آموزشی امنیت و ایمنی شانس بالایی برای پیدا کردن کار خواهد داشت. این درست است که این کار بهترین شغل در حال حاضر در کاله است. تنها فعالیت شرکت‌های تأمین امنیت در شمال فرانسه افزایش نیافته. سیستم بیومتریک کانتینرها در حومه پاریس طراحی شدند و برای مدیر این شرکت تردیدی وجود ندارد که این بازار گسترش می‌یابد. مدیر شرکت زالیکس بیومتری میگوید موج مهاجرت به طور مؤثر بر توسعه بازار اثرگذار است. این بازار میتواند توسعه بیابد زیرا سیستم بیومتریک تنها فناوری است که برای شناسایی افراد طراحی شده. من واقعا نمیدانم که این موضوع به مهاجرت ربط دارد یا به اقدامات تروریستی که فرانسه تجربه کرده است. از کلر رودیه، نویسنده کتاب تجارت بیگانه هراسی، درباره ابعاد این فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با بحران پناهجویان پرسیدیم. این شرکت‌های خصوصی چندان روی بهترین اهداف دولت کار نمی‌کنند. آنها به دنبال سود خود هستند که به ناگزیر بر شرایط فیزیکی اثر می‌گذارد. وخامت شرایط در تعدادی از کشورها واضح است. با این حال اروپا بیش از پیش به شرکت‌های فعال در حوزه امنیت اتکا می‌کند. از سرمایه‌گذاری 13 میلیارد یورویی در طول 15 سال گذشته در خصوص تدابیر امنیتی بیش از 20% به شرکت‌های خصوصی اختصاص داشته است.